فلیپیان فصل دوم. آیا در پیوستگی با مسیح دلگرم هستید؟ آیا از محبت او دلداری به دست آورده اید؟ آیا با روح القدس مشارکت دارید؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال برسانید و با هم یک فکر، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. هیچ عملی را از روی خودخواهی و خودبینی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد. اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمت حفظ کند، بلکه خود را از تمام برتری های آن خالی نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پستر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که ما فوق جمیع نام هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی زانو بزنند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. بنابراین ای عزیزان من، همانطور که وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می کردید، اکنون هم که از شما دور هستم، مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید. زیرا خداست که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند. هر کاری را بدون شکایت و هم همه انجام دهید، تا در زمانی که همه گمراه و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در دنیای تاریک بدرخشید. پیام زندگی را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید، من دلیل خواهم داشت که در روز بزرگ مسیح به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بی فایده نبوده است. و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیه قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و با شما خوشی می کنم. شما هم خوشحال باشید و با من خوشی کنید. در عیسی خداوند امیدوار هستم که به زودی تیموتائوس را پیش شما بفرستم تا با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. او تنها کسی است که احساسات مرا درک می کند و واقعا در فکر شماست. دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. شما تیموتائوس را خوب می شناسید و می دانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت کرده است. پس امیدوارم به مجرد این که وضع من معلوم شود، او را پیش شما بفرستم و در خداوند اطمینان دارم که خود من نیز به زودی نزد شما خواهم آمد. لازم دانستم اپفرودیتوس را که برادر و همکار و هم قطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید، نزد شما برگردانم، زیرا او برای همه شما دلتنگ شده و از این که از بیماری او با خبر گشتید ناراحت شده است. واقعا او مریض و حتی مشرف و مرگ بود، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم فرمود. مبادا این غم بر غمهای دیگر من افزوده شود. پس می خواهم هر چی زودتر او را پیش شما بفرستم تا شما با دیدن او باری دیگر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم کمتر خواهد شد. پس با خوشی او را به عنوان برادری در خداوند بپذیرید. به اشخاص مثل او احترام بگذارید،
زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای اینکه نقص خدمت شما را به من جبران کند جان خود را به خطر انداخت.